which was offered by our famous Naat Khan Wahid Chughtai Sahab. After this, we have a welcome speech. This will be delivered by Justice Bahauddin Baha. Before I invite Justice Bahauddin Baha, I would like to give a brief introduction of him. Justice Bahauddin Baha is an expert in Islamic judicial affairs. He received degrees in Islamic law from the Kabul University in Afghanistan. He served as the judge of Kabul's commercial court in 1965 and subsequently held other senior positions in the Ministry of Justice, Prime Minister's Office, and various courts of justice in Afghanistan. He held the most prestigious position of judge of the Supreme Court in Afghanistan for 9 years. He has also been a professor of commercial rights and laws at the Institute of Political Training and Laws in Kabul. He offered seminars in Islamic conferences and visited Saudi Arabia in 1976 upon the invitation of late King Khalid to inspect the judicial system of the kingdom. He participated in Islamic Laws Conference in Jeddah, Makkah, and Medina. He is author of 4 important books pertaining to Islamic spirituality and other legal topics. And alhamdulillah, he has been participating in our conferences for the past 6-7 years continuously. So with this brief introduction, I request Justice Bahauddin Baha to deliver his speech as a welcome address. Now, this speech will be offered in Persian language, and inshallah, soon after his speech, there will be an English translation, which will be presented by Brother Qazi Biyabani. Justice Bahauddin Baha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قادر المتعال الحمد لله القادر المتعال المقدس من الصور والأشكال المنزه من الأنداد والأمثال تعزز بالمجد والثناء وتعالى عن الفناء والزوال المتوحد بالكبرياء والجلال والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة الذي وصل إلى ذروة الكمال وعلى آله وأصحابه علماء ودانشمندان عالی قدر رهروان شریعت و سالکان طریقت خواهران و برادران مسلمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باز هم کمال افتخار من است که از نام مؤسسه فرهنگی اسلامی نقشبندیه فاوندیشن فار اسلامیک ایژوکیشن به همه شما در این محفل خوش آمد و خیر مقدم میگویم گرچه تجلیل بین المللی میلاد مبارک پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم که امساله با مسایی نقشبندیه فاوندیشن در زمان معین و یا اندکی تأخیر از روز مشخص برگزار میگردید امسال دیرتر از سالهای قبل منعقد گردیده است که دلیل آن نبودن دسترسی به محل مناسب و یک عده معذرت‌های بوده با آن هم خدای بزرگ را شکر گذاریم که این اسوه خجسته تعقیب گردیده و زمینه مساعدت کرد که به برکت تجلیل میلاد النبی صلی الله علیه و سلم از نعمت اجتماع شما دانشمندان محترم محظوظ گردید و توفیق میابیم که با ندای همگانی به جناب پیشوای بزرگوار اسلام و رسول خیر و رحمت به جهان بشریت عرض اخلاص
و اتحاف درود و اظهار بیعت بلا انقطاع نماییم. الله سبحانه و تعالی هر قدم شما را که برای حضور در این محفل برداشته اید با کرم و رحمت بی پایان خود اجر و مزد بدهد و آن برادران ما را که در تنظیم و برپایی این کنفرانس با منتهای اخلاص زحمت کشیده و با عشق محمدی صرف مسائی کرده اند از خیر و برکت دنیا و آخرت برخوردار و از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بهرمند بگرداند. خوشبختانه موضوع کنفرانس و مبحث بینش سخنوران در این نوبت هم خیلی با اهمیت انتخاب گردیده که تصوف و سنت است و من یقین دارم انشاءالله تعالی از کلام و بیان سخنگویان با ارج این محفل مطالب پر محتوا در این مورد خواهیم شنید و فیض وافر که مایی خواهیم کرد. چون سهم من در این کنفرانس آن بوده که در آغاز اجلاس از نام نقشبندیه فاوندیشن فار اسلامیک ایژوکیشن شما را خیر مقدم عرض کنم و از طرف هم محدودیت وقت کنفرانس و محدودیت پژوهش به من مجال نمیداد تا دامن سخن را دقایق زیادتر بگیرم. آنچه را من از عنوان این کنفرانس درک کردم میخواهم که خیلی خلاصه و کوتاه پیشکش بدارم. همه علما و دانشمندان و صاحب دلانی که از سلوک عرفان و فیض طریقت بهریاب گردیده اند به این امر ایقان و اذعان دارند که تصوف همان تخلق به اخلاق ستوده و منور جناب حضرت مصطفی صلی الله علیه و سلم و کسب فیضان از خلق کریم و ادب قویم آن جناب و امتثال سنت سنیه و سیرت شریفه حضرت رسول می باشد، زیرا مجموعه مدارج و مقامات تصوف عبارتند از توبه، انابت، زهد، ورع، قناعت، صبر، شکر، توکل، تسلیم، رضا، محاسبه، خوف و رجا، فقر، صدق، مراقبه، احسان، قرب، اخلاص، فنا، بقا، تجرید، تفرید، توحید، تنزیه، عبودیت. که همه این مدارج و مقامات مأخذ قرآنی دارد و در کلام معجز بیان رب العباد و ذکر الحکیم قرآن حسن و مفهوم هر یک آن توصیف و به کسب بهره هر یکی از آن تأکید گردیده است. چون خلق و سلوک جناب نبی کریم صلوات الله علیه و سلامه به همه این اوصاف و مدارج احاطه داشته و فراگیر مجموعه آن است، الله جل جلاله آن حضرت را خطاب فرموده است که و انک لعلى خلق عظیم، و حقا که تو بر بزرگترین مرتبه اخلاق قرار داری. جناب ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در برابر سوال صحابی که از اخلاق رسول کریم صلی الله علیه و سلم پرسان میکرد فرمودند آیا نخواندید که خداوند فرموده است و انک لعلى خلق عظیم؟ و بعد گفتند کان خلقه قرآن، اخلاق پیامبر قرآن بود، یا قرآن اخلاق پیامبر بود، یعنی سلوک